گیتا آریان همکارم از وزارت خارجه آمریکا با ماست. گیتا، این بحران انسانی که نهادهای سازمان ملل نگرانش هستند به چه عواملی بستگی داره؟ خب چند تا از عوامل رو که قبلا شنیدیم، مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم، دارو، سوخت، اما یه چیزی که کمتر راجبش شنیدیم و خیلی هم مهمه بهداشت عمومیه، اون سیستم اگو و فاضلاب. الان ساختار زیربنایی و اون تاسیسات آب رسانی اینا به مقدار زیادی در حداقل شمال غزه از بین رفته، آسیب شدید دیده. بعد از اون طرف مسئله همین مواد غذایی، آب و دارو، الان دیگه مردم هیچ کس جلودارشون نیست، برای اینکه همین دوشنبه بود که خودشون یک سری حمله کردن به انبار یکی از نهادهای سازمان ملل. دیروز در شورای امنیت سازمان ملل یک جلسه اضطراری بود و نماینده های مختلف نهادهای سازمان ملل راجع به شرایط اونجا صحبت میکردن. یکیشون کمیسیونر کل سازمان امدادرسانی پناهجویان فلسطین بود که یک نهادی با دیرینه بسیار. از بین رفتن بیشتر نظم مدنی، اگر ادامه کار برای بزرگترین نهاد سازمان ملل در غزه را غیر ممکن نکند، بسیار دشوار خواهد کرد. ورود کامیون‌های اقلام لازم را هم غیر ممکن خواهد کرد. حالا توی این جلسه همه صحبت از این کردن که تأثیر حملات اسرائیل در اون منطقه چی بوده. سفیر اسرائیل در جلسه که بود عصبانی شد و گفتش که شما مثل همون موقع که آلمان نازی به آبا اجداد ما در مقابل کارایی که میکرد به آبا اجداد ما سکوت کردین، الان هم دارین سکوت میکنین. بنابراین من و همکارانم این ستاره داوود رو به رنگ زرد میزنیم به سینمون و تا زمانی که شما حماس رو محکوم نکردین و نخواستین که گروگان‌ها آزاد بشن، ما این ستاره رو به سینمون میزنیم. پیام؟ گیتا، نخست وزیر اسرائیل هم که گفته حمله به نوار غزه رو برای این کار متوقف نمی‌کنه، ولی به نظر میرسه در واقع موافقت کرده راه‌های کمک رسانی باز باشه. به نوعی بله همینطوره، ولی از اون طرف هم هشدار باز داده همین امروز سه شنبه که اگر که ما داریم تمام این کامیونا رو بازرسی می‌کنیم، ولی اگر ببینیم که این اقلام به دست حماس افتاده دیگه اصلا جلوش رو میگیریم. نخست وزیر مصر هم امروز رفت به گذرگاه رفح و گفته که داره تمام تلاشش رو میکنیم. اما نکته جالب حالا الان اینه که در همون خود گذرگاه رفح الان 8000 نفر از کسایی که میخوان خارج بشن از نوار غزه اونجا جمع شدن و در انتظارن، و اون خودش باز یک مشکل دیگه ای رو ایجاد کرده. به هر حال یک سری امکانات رو خب آمریکا فشار آورده به روی اسرائیل، از جمله برقراری اینترنت رو.